شاهزاده رضا پهلوی مدام به لزوم ایجاد صندوق حمایت از اعتصاب و سازماندهی برای کمک به اعتصاب کنندگان داخل کشور تاکید میکنه. این حرکت تا چند اندازه به نظر شما میتونه تعیین کننده باشه و قابل انجام؟ ببینید، صندوق حمایت از اعتصاب خب نقش مهمی داره برای اینکه کارگران یا به هر حال مؤسسات اقتصادی که میخوان تأثیر بکنن به حمایت از جنبش انقلابی بتونن سرپا بیستن. این کار رو در زمان انقلاب 57 یا انقلاب اسلامی بهتره بگم بازار بوده گرفته بود. اصل درستیه، منتها واقعیت قضیه این که مکانیسم این قضیه پیچیده است و آقای پهلوی هم در صحبتاشون اشاره کردن. یکی این که موانع ای رو که سر راه این همکاری قرار داره، این کمک های مالی به ایران داره بایستی در حقیقت بتونن به لحاظ حقوقی یا به هر حال به لحاظ سیاسی حل بکنن، و از طرف دیگه منبعی در حقیقت این کمک به صندوق اعتصابات، منبعش خب یک بخشش میتونن ایرانیایی باشن که در خارج از کشور یا ثروتمندان ایرانی میتونن باشن، ولی بخش مهمی دیگه این که بهش اشاره میکنه دارایی هایی که رژیم جمهوری اسلامی مال ملت ایرانه، که این اشاره جالبه که این دارایی ها اگر اروپا سهمگیری درستی داشته باشه و ما بتونیم اونو آزاد بکنیم در شرایط معینی و در اختیار این صندوق اعتصاب قرار بگیره، طبیعتاً خب مسئله ملت پول ملت ایرانه و میتونه هزینه بشه برای این کار. منتها واقعیت قضیه اینه که گفتم مکانیسم پیچیده‌ای داره که باید در یک کارشناسی مشخص به اصطلاح بررسی بشه، ولی ضرورتی است و به هر حال پیشنهاد خوبی است، ولی باید کارشناسی بشه. در همین حد میتونم خدمتتون بگم.